سازمان ملل متحد در اجلاسیه جهانی تابستان 1982 اتریش که اختصاص به مسائل سالمندان داشت، حقایقی را در مورد افزایش سریع تعداد و نسبت سالمندان در جمعیت جهانی مطرح کرد و از آن داشت در سال 2025 تعداد سالمندان 13.7% جمعیت جهان را تشکیل خواهد داد و در همان سال طرحی را برای تعیین یک روز جهانی برای سالمندان ارائه داد، تا اینکه در سال 1990 این شورا اول اکتبر را روز جهانی سالمندان تعیین کرد. امسال از طرف سازمان جهانی شعاری برای این روز تعیین می شود که شعار امسال آیندهی بهتر با مشارکت سالمندان نامگذاری شده است. بر اساس آخرین سرشماری در سال 1395 از مرکز آمار ایران که هر 5 سال ارائه می شود، از جمعیت 79 میلیونی ایران 9.28% سالمند هستند. پیش بینی می شود درصد سالمندان ایران تا سال 2025 میلادی به 10 و تا سال 2050 به بیش از 30% برسد. بر اساس این پیش بینی در سال 2050 درصد جمعیت سالمند در ایران از میانگین جهان و آسیا بیشتر و از هر 3 نفر 1 نفر سالمند خواهد. سالمندی دوره از زندگی است که از 60 یا 65 سالگی شروع می شود. در تعریف سالمندی نمی توان زمان خاصی را مشخص کرد، بلکه سالمندی را می توانی با ویژگی های خاصی که فرد در زمانی از زندگی خود پیدا می کند بشناسیم. همه ما روزی به سالمندی می رسیم. آیا باید سالمندی را دوره طلایی زندگی دانست یا وقتی برای استراحت؟ این به نگاه هر کس برمی گردد. هرچند مشکلات زیادی در جامعه کنونی وجود دارد، اما سالمندان هم حق زندگی دارند. کنار مشکلات فردی، سالمندان دارای مشکلات فراوان اجتماعی نیز هستند. از جمله آنها می توان به بازنشستگی، یائسگی، سپرده شدن به خانه سالمندان به وسیله فرزندان، عدم کفایت تخت‌های بیمارستانی، کمبود نیروی ماهر برای پرستاری سالمندان بیمار، کمبود مراکز نگهداری از سالمندان، عدم نظارت مدیران بر مراکز نگهداری از سالمندان و نیز نگرانی ها در مورد کیفیت مراکز موجود با توجه به عدم انطباق با استانداردهای بین‌المللی اشاره نمود. از دیگر معضلات سالمندان ایرانی که با موجی از اعتراضات خیابانی همراه است و متاسفانه نه تنها رسیدگی نمی شود بلکه با سرکوب و بازداشت نیز همراه بوده، می توان به موارد زیر اشاره نمود. حقهای در خصوص دریافت بیمه کامل درمانی با توجه به اصلاحیه ماده 13 قانون مدیریت که در این ماده با توجه به اصل 29 قانون اساسی بازنشستگان خواهان بیمه 100% درمان و دوران نقاهت هستند و نیز اجرای کامل ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تعیین حقوق کارمندان و بازنشستگان بر پایه شاخص خرید زندگی سالانه و همچنین جلوگیری و برخورد قانونی و قضایی با غارتگران اموال تأمین اجتماعی که از طریق اختلاس مدیران در صندوق‌های بازنشستگی صورت می‌پذیرد.
از سرپرستی و زوال عقل سالمندان را در شرایط نامناسبی در ایران قرار داده است. این در حالی است که به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان، فقدان قوانین کارآمد موجب سلب حقوق سالمندان می شود. آیین‌نامه اجرایی جزء 5 بند الف ماده 192 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایران با وجود تصویب در مجلس شورای اسلامی ایران در سال 1383 هنوز به مرحله اجرا در نیامده است. در اهداف 1، 2، 3 و 6 سند 2030 یونسکو به لزوم پایان دادن به فقر و گرسنگی و دستیابی به امنیت غذایی، تضمین زندگی توأم با سلامتی و نیز دسترسی به امکانات بهداشتی برای همه در همه سنین تاکید شده است. همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در ماده 22، 25 و 28 بهره‌مندی از امنیت اجتماعی، فرهنگی، مالی و برخورداری از خدمات اجتماعی و رفاهی مثل خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبت‌های طبی و همچنین داشتن زندگی زیبا و امن را حق همگان می‌داند.